بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. روز پرستار رو که مزین و مشرف به نام حضرت زینب کبری سلام الله علیها است، به همه پرستاران عزیز و به گروه پرستاری تبریک عرض میکنم. امیدوارم که خداوند متعال توفیقات خودش رو شامل حال همه شماها بکنه و نیکروزی و خوش عاقبتی و سعادت دنیا و آخرت رو نصیب شما پرستاران عزیز و گروه های پرستاری بکنه. لازم میدانم به خانواده های گرامی و عزیزی که در این حوادث کرونا عزیزان خودشون رو که پرستار بودند از دست دادند تسلیت عرض بکنم و برای اون درگذشتگان فداکار و مجاهد از خداوند متعال طلب علو درجات کنم. امروز به حمد الله پرستاران در چشم مردم ما از همه عزیزتر، از همیشه عزیزتر و شرافتمندترند و این لطف خداست، نعمت خداست. امیدواریم که به همین شکل همواره بوده باشه و افزایش پیدا کنه. پرستار فرشته رحمت بیمار است. این یک تعبیر واقعی است، به هیچ وجه مبالغه آمیز نیست. هم با جسم بیمار سر و کار دارد، هم با روح بیمار. در مورد جسم بیمار، پرستار در واقع شریک و همکار و مددکار پزشک است. بخش مهمی از کار بهبودی جسمی بیمار رو پرستار انجام میده. این در مورد جسم مریض. در مورد ارتباط با روح مریض، پرستار در واقع غمگسار و نوازشگر و آرامش بخش مریض. این نقش بسیار مهمی است. پرستاران هم با به جسم بیمار کمک میکنند و به بودی او رو سرعت میبخشند و امکان پذیر میکنند در مواردی، و هم اینکه جان او رو، روح او رو، اعصاب او رو آرامش میبخشند، با یک لبخند، با یک حرف گرم، با یک حرکت مهربانانه احساس خوبی رو در بیمار به وجود میارند و در روح او اثر میگذارند. در مورد اون کمک جسمانی که عرض کردیم که اینها شریک و همکار پزشکند، این رو باید خیلی مهم شمرد، چون واقعا مهم است. واقعا حالا اون بیماری که احتیاج به پرستاری نداره و سرپاس یا بیماری سبکی داره، اون بس در اون نیست. لکن بیماری که نیاز به پرستار دارد، اگر پزشک، بهترین پزشک بر بالین او حاضر بشه و دستور بده و کمک کنه، اما پرستاری نباشه که
او رو حمایت کنه و در آغوش محبت خودش او رو بگیره، بهبودی بسیار دشوار خواهد شد. یعنی نقش پرستاری در بهبودی بیمار نقش مهم و بزرگی است و اگر پرستار نباشه ممکنه معالجه به نتیجه نرسه در مواردی. اما در باب کمک روحی که گفتیم غمگسار است، روحیه بخش است، مهربانی کن است، این یکی از ارزش‌های والای اسلامی است. در اسلام شفقت و همدلی و مهربانی یکی از دستورهای عمده است. اینی که در قرآن کریم می‌فرماید رحما و بینهم، یعنی با یکدیگر مهربانند، رحیمند، این مربوط فقط به بیمارها نیست، مربوط به همه است. همه باید نسبت به همدیگه با شفقت باشند، با مهربانی باشند. این کاری است که پرستار انجام میده. پرستارها برای این کار خودشون رو، روحیشون رو آماده میکنن. خسته هم میشن، این کار خیلی خسته کننده هم هست، اما در این حال تحمل میکنند. اونجایی که باید لبخندی بزنن به بیمار لبخند میزنن. این یکی از مهمترین ارزش‌های اسلامی و از توصیه‌های اسلامی است. واقعاً تلاش برای کاهش آلام یک انسان جزء زیباترین مناظر زندگی انسان هاست. من می‌خوام عرض بکنم این زیبایی در این سال کرونایی، در این ماه‌های کرونایی بیشتر خودش رو نشان داد. پرستارهای ما در بیمارستان‌ها از خودشون حرکاتی رو نشان دادن، مناظری رو نشان دادن، فعالیت‌هایی رو نشان دادن که حقیقتاً اینها مایه اعجاب انسان میشه. خود پرستاری کار دشواری است، کار پر استرابی است. حالا اگر چنانچه بر این دشواری و بر این استراب اینم اضافه شد که خطر واگیری وجود داره، خطر ابتلا وجود داره، این خیلی کار رو دشوارتر میکنه. پرستاران ما این کار دشوارتر را در این دوران کرونایی انجام دادند، با اینکه جان خودشون در خطر بود، با اینکه احتمال میدادند که خودشون مبتلا بشند، در این حال این کار رو انجام دادن و انصافاً کار بزرگی رو در این مدت به ثبت رسوند مجموعه پرستاری ما، پرستاران عزیز ما. خب این مجاهدتی که در این مدت انجام گرفت پرستارها رو در چشم مردم عزیز کرد. تا قبل از این قضایا مردم خیلی توجهی به اهمیت کار پرستاری نداشتند. در این قضیه کرونا مردم فهمیدن که پرستاری چه کار بزرگی است، چه کار مهمی است، چه ارزش‌های والایی در درون او وجود داره. این رو مردم فهمیدن. بنابراین به چشم مردم همونطور که قبلا هم گفتم اینها عزیز و شرافتمندتر از همیشه شدند. لکن این کافی نیست. من اینو باهام عرض می‌کنم. این کافی نیست. بله شما به چشم مردم خیلی عزیزید. لکن مسئولان هم تکالیفی دارن. باید تکالیف خودشون رو انجام بدن. باید به فکر باشند. من البته
در این زمینه بحث تخصصی نمیتوانم بکنم و این کار بایستی در مراکز تخصصی انجام بگیره. شاید یکی از کارهای لازم الاجرا که به بنده گزارش دادند عبارت باشه از اجرای قانون تعرف گذاری خدمات پرستاری، که این قانون مدت‌ها قبل تصویب شده و اونطور که برای من گفته میشه این قانون به سود پرستار هاست و برای اونها مفیده، لکن اجرا نشده. باید اجرا بشه، قانونیست بایستی اجرا بشه. البته کارهای دیگری هم وجود داره، از جمله کارهای خیلی خوب استخدام پرستاره. من البته این رو در شاید 3 سال پیش 3-4 سال پیش یه وقتی به مسئولین محترم گفتم، من اون وقت گفتم باید حدود 30,000 پرستار رو استخدام کنیم. مشکلاتی داشتند و متعذر شدند به مشکلات و نشد. اخیراً خب یک اقداماتی انجام گرفته. اینو باید به شدت و با جدیت دنبال کنند. شوخی نیست. وضع پرستارهای ما بایستی اونچنانی باشه که اینها بتوانن با خیال راحت به کارشون بپردازن. خانواده هاشون هم بایستی خاطر جمع باشن که این جوانشون، زنشون، مردشون که داخل بیمارستان مشغول به این خدمت بزرگ هست در این کار توفیقاتی خواهد داشت. امیدواریم انشاءالله خدای متعال به همه این توفیق رو بده. خب من مجدداً روز پرستار رو که روز ولادت حضرت زینب کبری سلام الله علیها است به همه شما پرستاران عزیز و به گروه های پرستاری تبریک عرض میکنم و امیدوارم که انشاءالله همه تون مشمول لطف و رحمت الهی باشید و انشاءالله شما رو دعا خواهم کرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.